بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان پیش از هر چیز فرارسیدن ایام شهادت و عزاداری حضرت عبا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما همه مسلمانان جهان بالاخص محبین اهل بید علیه السلام و آزادی خواهان جهان تسلیه درس میکنم در یکی دیگه از نشست های بررسی تحولات پاکستان در خدمت شما هستیم همونطور که میدونید دولت قبلی پاکستان که هر دولت تقریبا پنج سال کار میکنه بعد از چهار سال با نخست وزیری آقای امران خان بعد از اینکه آقای امران خان توسط مجلس ملی پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت برکنار شد و دولت آقای شهباز شریف با همکاری 20 حزب سیاسی دیگر علیه آقای امران خان فعالیت کردند و نهایتا به قدرت رسیدند طبق اعلام دولت پاکستان در تاریخ 8 اوت در واقع 17 مرداد دولت آقای شهباز شریف و مجلس ملی و مجالس ایالتی پاکستان استعفا کنند و به کنار میرن طبق قوانین پاکستان بعد از تمام شدن مدت زمان حکومت یک دولت معمولا انتخابات جدید فقط در زمانی برگزار میشه که به مدت سه ماه یک دولت موقت بر سر کار بیاد یعنی دولت قبلی استعفا میده کنار میره یک دولت موقت بر سر کار میاد، یک نخست وزیر موقت بر سر کار میاد و این نخست وزیر موقت موظف طبق قانون ظرف مدت 90 روز انتخابات جدید برگزار کنه و برنده انتخابات دولت جدید پاکستان رو تشکیل میده. پس هفدهم مرداد قرار هست دولت، موقت جدیدی بر سر کار بیاد و ظرف مدت سه ماه یعنی ظرف حد 90 نمد روز که میشه چهارده آبان یا پنج نوامبر انتخابات جدید برگزار بشه لذا تمام تلاش احزاب سیاسی در حال حاضر انتخاب یک نخست وزیر موقت که در مدت زمان سه ماه بتونه انتخابات جدید رو برگزار کنه یادمون باشه این هشتمین دولت موقتی هست که پاکستان انتخاب میکنه برای اینکه این سه این ماه گذار رو بگذرونه و اجازه بده دولت جدید بعد از انتخابات بر سر کار بیاد اما اتفاق و تجربه ای که پاکستان داره اینه که معمولا دولت های موقت بیش از سه ماه بر سر قدرت میمونن با حمایت ارتش و قوه قضایی پاکستان با آوردن بهانه های مختلف از برگزاری انتخابات اجتناب میکنند و باعث میشن تا یک دو حتی سه سال دولت های موقت به کار خودشون ادامه بدن این تجربه که آقای نواز شریف رئیس حزب مسلم لیگ پاکستان و آقای آصف علی زرداری رئیس در واقع اثرگذارترین شخص حزب مردم در پاکستان به خوبی با اون واقفن به همین دلیل تمام تلاش این دو نفر اینه یک دو وزیر موقتی رو انتخاب کنن که هیچ طمعی به قدرت نداشته باشه و بعد از سه ماه برکنار کنه خودش رو و اجازه بده انتخابات برگزار بشه یادمون باشه نخست وزیر موقت در پاکستان دو تا ویژگی مهم باید داشته باشه یک اون نخست وزیر خودش نباید به هیچ وجه در انتخابات شرکت بکنه دو اون نخست وزیر موقت نمیتواند جزئی از کابینه دولت بعدی باشد پس باید شخصی انتخاب بشه که نه قصد داشته باشه وزیر بشه و نه قصد حضور در انتخابات رو داشته باشه اسامی مختلفی در اسلام آباد در حال در واقع گردشه و هر کسی تقریبا امیدواره که خودش رو بتونه به عنوان نخست وزیر موقت ببینه. مهمترین گزینه هایی که در حال حاضر در کشور پاکستان به چشم میخوره خانم میمنت محسن که معروف به جگنو محسن همسر آقای نجم ستی یکی از سیاستمداران با سابقه پاکستان که در حال حاضر رئیس کمیته کرکت کشور پاکستانه همسر ایشون تحصیل کرده دانشگاه انگلستانه و از نظر سیاسی هم چهره بسیار شناخته شده ایه از نظر در واقع رسانه ای هم چهره شناخته شده ایه به خاطر اینکه نویسنده قهاری هم در پاکستان به حساب میاد دولت پاکستان ممکنه یکی از گزینه‌هاش انتخاب یک خانم برای اولین بار برای نخست وزیری موقت در این کشور باشه گزینه دوم آقای دکتر رضا باقر رئیس قبلی بانک مرکزی پاکستانه که روابط بسیار خوبی با صندوق بین‌المللی پول هم داره. گزینه سوم آقای دکتر حفیظ شیخه که مدت زمانی در دولت آقای امران خان وزیر اقتصاد بوده و روابط بسیار خوبی هم با دولت‌های مختلف داره. اما مهمترین گزینه ای که این روزها بر سر زبان افتاده وزیر اقتصاد حال حاضر از دوستان بسیار صمیمی آقای نواز شریف و فامیل آقای نواز شریف یعنی آقای اسحاق داره آقای اسحاق با توجه به اینکه در پست های بسیار مهمی در پاکستان در حوزه اقتصادی و اجرایی فعالیت کرده و آقای نواز شریف اعتماد بسیار زیادی به ایشون داره به نظر میرسه قصد حزب مسلم لیگ شاخه نواز انتخاب ایشون به عنوان نخست وزیر موقت باشه با انتخاب ایشون آقای نواز شریف اطمینان داره که بعد از سه ماه آقای اسحاقدار انتخابات مجدد رو اعلام میکنه و نیازی نیست که از بر سر کار موندن دولت موقت نگرانی داشته باشن اما اگر قرار باشه آقای اسحاقدار سر کار بیاد یعنی قصدی نداره که در دولت جدید آقای نواز شریف یا آقای زرداری وزارتی رو قبول بکنه به نظر میرسه با توجه به دیدارهای اخیر آقای نواز شریف و زرداری در دوبی در امارات متحده عربی این جمبندی بین این دو حزب بزرگ پاکستان به سرانجام رسیده که آقای اسحاقدار در صورتی که نخ... به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب بشه بعد از انتخابات و برگزاری انتخابات موفق آقای اسحاقدار به ریاست مجلس سنای پاکستان انتخاب بشه که در واقع رئیس سنا معاون رئیس جمهور هم حساب میشه و قدرت بسیار زیادی داره در حالی که عضو کابینه هم نیست و از اون طرف آقای زرداری ریاست مجلس ملی رو به یکی از اعضای حزب خودش واگذار کنه همچنین به نظر میرسه آقای زرداری و آقای نواز شریف بر سر تقسیم قدرت در داخل پاکستان بعد از انتخابات جدید هم به توافق رسیده باشن مشکلی که در حال حاضر وجود داره اینه بروز نام آقای اسحاقدار در پاکستان باعث شده رسانه های پاکستان و اندیشکده های پاکستان در واقع مخالفت های خیلی مستحکمی رو علیه ایشون داشته باشن به خاطر اینکه به معنای واقعی قانون جنگل خواهد بود اگر آقای اسحاقدار بیاد و نخست وزیر موقت بشه آقای اسحاقداری که همه میدونن که وفادار آقای نواز شریفه و تمام تلاشش رو میکنه تا حزب نواز شریف یا حزب در واقع متحد بین نواز شریف و حزب مردم برنده انتخابات بشه ما تا 17 مرداد باید صبر کنیم چون همیشه در پاکستان در روزهای آخر معمولا با دخالت ارتش یا با دخالت سایر قوا ممکن شخص کاملا و چهره کاملا جدیدی به عنوان نخست وزیر موقت انتخاب بشه فقط یادمون باشه در پاکستان نخست وزیر موقت یک مشکل اساسی پیش رو داره و اون اینه که دولت آقای شهباز شریف برای فرار از انتخابات زود هنگام در کشور پاکستان به عنوان یک تاکتیک سیاسی در سال گذشته مردم شماری یا در واقع سرشماری مسکن و نفوس جدیدی رو اجرا کرد و بر اساس این سرشماری جمعیت پاکستان به 250 میلیون نفر رسید با توجه به درخواست دولت دولت قبلی یعنی آقای شهباز شریف به قوه قضایی پاکستان که انتخابات جدید باید بر اساس سرشماری جدید انجام بشه به نظر میرسه حتی اگر دولت موقت هم بر سر کار بیاد چنانچه بخواهد بر اساس سرشماری جدید و مسکن و نفوس انتخابات رو برگزار کنه چون حوزه های انتخاباتی تغییرات شگرفی در واقع به خودش میبینه بعد از این افزایش جمعیت مطمئنا انتخابات در پاکستان به همراه بسیاری از مشکلاتش باید برگزار بشه به خاطر اینکه سرشماری جدید حداقل هفت تا هشت ماه زمان نیاز داره تا بتونه در واقع رای دهندگان جدید رو شناسایی بکنه و براشون کارت های رای صادر بکنه یکی از مشکلاتی که دولت موقت پاکستان خواهد داشت همینه که با قوه قضایی پاکستان به تفاهم برسه که چگونه میتواند ظرف مدت سه ماه اگر قراره بر اساس سرشماری جدید مسکن و نفوس انتخابات رو برگزار بکنه چگونه باید این کار بسیار مشکل رو ظرف سه ماه انجام بده و اگر قرار بر اساس سرشماری قبلی یعنی در سال 2017 این کار رو انجام بده خب این سرشماری جدید تکلیفش می شود لذا ما سه ماه آینده پاکستان رو البته تا 17 مرداد انتخاب شخص جدید به عنوان نخست وزیر موقت رو که هم باید صندوق بین پول هم کشور آمریکا هم کشور عربستان و هم امارات متحده عربی و هم کشور چین روش نظر مثبتی داشته باشن رو بعد ببینیم چه کسی انتخاب خواهد شد و بعد از اون ببینیم که آیا نخست وزیر موقت واقعا قادر خواهد بود انتخابات رو ظرف مدت سه ماه برگزار کنه یا خیر خیلی متشکرم از توجهتون خواهش میکنم که اندیشکده اقبال رو که به صورت تخصصی بر روی مسائل پاکستان مطالعه و پژوهش میکنه رو دنبال بفرمایید در شبکه های مختلف و ویدیوهای بیشتری از ما به زودی خواهید دید موفق باشید و التماس دعای خیر